آتنا دائمی، فعال حقوق بشر و زندانی پیشین سیاسی، در همین زندان مدت‌ها نگهداری شده. او از همون ساعت‌های اولیه این اتفاق موضوع رو پیگیری می‌کرد. خانم دائمی در یک فایل صوتی که در اختیار من قرار داد، جزئیاتی از رویداد یکشنبه 19 مهر رو اینچنین بیان کرد. پیگیری‌هایی که کردم، فهمیدم که بله، زندانی‌ها توی زندان در واقع شورش کردن و یه زندانبان رو گروگان گرفتن و اومدن بیرون، کامپیوترها و دوربین‌ها رو از بین بردن. وقتی که مامورا ریختن و گاز اشک‌آبش رو لیک کردن و خسر کردن که متفرق کنن، اونها از طریق اتصال سیم‌های برق آتش‌سوزی رو انداختن و قصد این داشتن که مثلا از زندان فرار کنن و که یهو از بیرون زندان نیروهای یگان ویژه و حتی از آستارا نیرو آورده بودن به سمت زندان و در واقع می‌خواستن کنترل کنن فضای زندان و به جای اینکه آتش نشانی بیاد در واقع نیروهای یگان ویژه رو برده بودن و این تیراندازی صورت گرفت و تک تیرانداز برده بودن. این چندین نفر به من گفتن که خودشون دیدن که تک تیرانداز رفته داخل زندان و اقدام به تیراندازی کرده و همطور شلیک کردن و چندین نفر رو کشتن. همون ساعت‌های فایل صوتی اومد بیرون داخل زندان که زندانی‌ها درخواست کمک کرده بودن و گفته بودن در ادامه خیزش سراسری ایران هستش که اونها هم اقدام به شورش کردن. اون چه خانم دائمی بهش به عنوان یه فایل صوتی زندانی اشاره میکنه، یه فایل صوتی چند ثانیه‌ای که یکی از زندانی‌ها در همون دقایق پرآشوب از طریق هوشی که داخل زندان داشته به خانواده‌اش داده. بیاید سمت زندان لاکان رشت، امشب زندان آواز میکنیم، بیاید تو رو خدا، بیاید مامورا دورمون کردن، نیرو کم داریم، بچه ها تیر خوردن، زندانی ها شورش کردن، تو رو خدا بیاید کمک کنید، بیاید مرد، تو رو خدا، تو رو خدا بیاید سمت زندان لاکان، ما داریم زندان آواز میکنیم. آتنا دائمی، زندانی پیشین سیاسی در لاکان، معتقد نه تنها سرکوب زندانی شدید بوده، بلکه میگه تا چند روز برای جلوگیری از شورش در سایر زندان‌ها همه چیز در سکوت برگزار شد. تا 4 صبح فردای اون روز مدام صدای تیراندازی شنیده بودن محلی‌ها و خیلی نگران بودن از اینکه چه اتفاقی داره توی زندان لاکان میفته. در تمام اون روزهایی که تلفن زندان لاکان بند آقایون رو قطع کرده بودن، زندان زنان رو هم تلفنش رو قطع کرده بودن و زندان حویق رو هم همینطور و همه زندان‌های استان گیلان رو تلفنشون رو قطع کرده بودن و چیزی که من متوجه شدم، میگفتن به این دلیل که اخبار شورش زندان لاکان به زندان‌های دیگه نرسه که اونها هم بخوان شورش بکنن.